در اولین برنامه از سری جدید برنامه های زندگی در موناکو شما را شگفت زده خواهیم کرد. تجربه های ناب و بی‌بدیل از آشپزی. سفرمان را از اینجا آغاز می‌کنیم. بزرگترین باغ رستوران ستاره داری که غذاهای ارگانیک به مشتریانش می‌دهد. رستورانی ارگانیک، رستورانی که تمام مواد غذایی‌اش را مستقیما از این باغ تهیه می‌کند. در تولید و فراوری محصولات غذای این رستوران از هیچ ماده شیمیایی استفاده نشده. پائولو ساری از 3 سال پیش به شاهزاده نشین موناکو آمده. رستوران او سال گذشته اولین نشان میشلن را دریافت کرد. منوی رستوران را تهیه نکردم. این منو کار طبیعت است. لدوسور دو سفلور. این گل ها بسیار لذیذند. مانیفیک. پائولو برای تبدیل رستورانش به رستورانی ارگانیک راه سختی را طی کرده. بیکارش را با استفاده از محصولات تولید کننده های آغاز کرده که در 200 کیلومتری اینجا هستند. هزینه در آخر خیلی کمتر می شود چون با واسطه سر و کار ندارم. تولید کننده های کوچک خوشحالند که پول بیشتری دستشان را می گیرد و من هم خوشحالم که بهترین محصولات را می خرم. گاهی پولی که می دهم نصف قیمت محصول در بازار است. این محصولات نتیجه تعادل ظریفی بین زمین و دریاست. به جز سبزیجات، پائولو ساری در غذاهایش ماهی و گوشت سفید هم به کار می برد، ولی استفاده از گوشت قرمز ممنوع است چون در محل تولید نمی شود. محصولات ساعت 6 در باغ آشپزخانه است و ساعت 9 در خود آشپزخانه و ظهر روی میز مشتری. تجمل ما در همین است. غذای ویژه پائولو ساری بیو ساما نام دارد. اما ساما در زبان ژاپنی به چه معنی است؟ ساما یعنی احترام، احترام به مشتری، اما بیش از هر چیز احترام به طبیعت. این غذا پوره لوبیای سفید است که بسته به فصل تغییر می کند. ماده اصلی همین است و بعد بقیهش تزئیناتی گلمانند است. البته باید بگویم که در 2 سال گذشته از این غذا خیلی تقلید شده. بفرمایید بیو ساما. باز هم کنار دریا هستیم. در انتهای سد خاکی موسوم به فونویه، محلی ها از طرف مونکارلو لذت میبرند. بریز کشیا زیستشناس است و از 4 سال پیش به پرورش ماهی مشغول است. به متوجه شده در کانال هایی که آب حوضچه هایش را تامین می کنند بچه صدف هایی رشد کرده و از همانجا فکر پرورش صدف به ذهنش رسیده. این صدف های بریتانی بین شاهزاده نشین موناکو و اقیانوس رشد کردند. برای رشد کامل آنها در اینجا 4 هفته وقت لازم است و بعد تبدیل می شوند به صدف مونکارلو. برای رسیدن به بلوغ کامل صدفی را که رشد کرده در استخری می گذاریم و با آب استخ آزمایشش می کنیم. از پلانکتون طبیعی استفاده می کنیم، یعنی پلانکتونی که از عمق 12 متری دریا صید شده. می خواهیم در نهایت تمام مراحل تولید همینجا در موناکو انجام شود. بریز کشیه برای به دست آوردن صدف دلخواهش از آشپزهای محلی کمک می‌گیرد. همیشه گفتم ذائقه موناکویی را به کار می‌بریم. در ادامه سفرمان به رستوران مونگولفیر می‌رویم. در اینجا بازگشت به گذشته را تجربه خواهیم کرد. به رستوران مونگولفیر خوش آمدید. بفرمایید. در فهرست غذاهای این رستوران هر روز ماهی خشک شده هم هست. غذایی که سابقه 1000 ساله دارد. ماهی خشک شده را وایکینگ ها در کشتی هایشان با خود به جنوب آوردند تا با مرکبات محافظه کنند. ماهی کاد که در آبهای نروژ سید و در جزیره لوفوتن روی سپایه خشک می شد. این ماهی که در آفتاب خشک شده از نروژ است. 4 قسمتش می‌کنید و 4 روز در آب می‌گذارید. خیلی خوب است. خیلی خوب. و این هم ماهی خشک شده در آفتاب به سبک موناکو.
اشتهایتان تحریک شد. در برنامه بعدی زندگی در موناکو به آینده این شاهزاده نشین میپردازیم. درباره گسترش دریا و رشد تداوم‌پذیر صحبت خواهیم کرد. A très vite sur Euronews.